دبی، شهری که برای بیشتر افغانها جای ایدئال برای سرمایه گذاری و زندگی راحت محسوب می شود. در این اواخر بیشتر افغانها وقت در کار و زندگی و ادامه تجارت در افغانستان با مشکل روبرو شوند و یا از ناامنی ها ناراض باشند، نخستین گزینه‌ای که در ذهنشان خطور می کند دبی می باشد. اما چرا دبی؟ بیشتر افراد به این باور هستند که دبی به دلیل نزدیک بودن به افغانستان، مکان خوب برای زندگی خانواده های افغان و داشتن میدان های باز برای انتقال پول نقد، جای مناسب جهت سرمایه گذاری برای افغان ها می باشد. در این حال مسئولان سفارت افغانستان در امارات متحده عرب می گویند در سال گذشته بیش از 5 میلیارد دلار توسط سرمایه گذاران افغان در دبی سرمایه گذاری شده است. نظر به معلوماتی که ما دارم، در سال گذشته 2014 تقریبا 2.5 میلیارد دلار از طریق بانک به امارات انتقال یافت. میگن که بسیار پول هم از به صورت غیر قانونی از میدان هوایی طریق میدان. میشه گفت که همین مبلغ که قانونی آمده یک برابر از این هم غیر قانونی آمده باشه؟ شاید هم قبل باشه. بله، به گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان در دبی، در حال حاضر بیش از 13 میلیارد دلار از سوی سرمایه‌گذاران افغان در امارات متحده عرب سرمایه‌گذاری شده است. جدا از این که باز بودن میدان‌های هوایی در امارات در مقابل آوردن پول نقد یکی از دلایل جذب سرمایه افغان هاست، اما تعدادی از تاجران افغان میگویند اسباب متفاوتی است برای از اینکه افغان‌ها در افغانستان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. اسباب عمدهش امنیت و تضمین مال و سر افغان ها و تاجره افغان است و ضمیمتا برخورد نامناسب حکومت با قراردادی ها و سرمایه گذاره افغان است و همچنان سیستم اداره خود حکومت افغانستان برای سرمایه گذاری مناسب به تاجره افغانستان نمی باشد. در این حال گزارش های وجود دارند که در نیمه نخست سال روان میلادی انتقال سرمایه از افغانستان به دبی به مراتب نسبت به سال 2014 میلادی افزایش یافته است. این که این پول ها بیشتر از چی کسانی هستند و از چی طریقی آورده می شوند، رئیس اتحادیه تاجران افغان در دبی به این باور است که بیشتر این پول ها از افراد دولتی هستند. مطابق به 2014 2015 شاید 40% زیاد شده باشد. 40% تعداد افغان هم زیاد شده در امارات و 40% سرمایه گذاری زیاد شده. بیشتر تاجر هستند، تاجرهایی که قراردادی ها بودن که همراهی خارجی ها قراردادی داشتن، پولای پیدا کردن و اونجا و پول انتقال دادن اینجا و اینجا سرمایه گذاری کردن. طبقه سوم او دولتی هایی هستن که از طریق غیر یا از طریق رشوت یا از طریق هر راهی که پول پیدا کردن آمدن و اینجا سرمایه گذاری کردن. در این حال بیشتر از سرمایه داران به این باور هستند که افزایش 40% فرار سرمایه ها از افغانستان در سال روان میلادی بیانگر این است که تاجران افغان از روند تداوم تجارت در افغانستان، نبود امنیت و موجودیت فساد در اداره دولتی رضایت ندارند. وکیل اساس، صدای امریکا، دبی.